با سلام و درود به شما عزیزان ویدیو امروزی ما در رابطه به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی هست که باید به دقت کامل شنوا باشید و برای اشخاصی که به خصوص در افغانستان زندگی می کنند شریک بسازید پس لطفا برای جزئیات با ما باشید حقای دکتر تبا تبایی متخصص مغز و اصاب از مردم خواسته است تا وایتکس را از خانه های خود دور کنند. سخنگوی بهداشت جهانی با نقشه از پیش تعیین شده توسط وایتکس به کشتار جانیان شتافته. وایتکس شوینده ای که برای زد افونی ترایی کرده هند سلای سرد برای کشتار دستجمی مردم جهان هست. استشمام زد افونی کننده وایتکس بریه ها آسیب جدی می رساند. ششها را سفید می کند، تنفس را سخت می کند. تب و لرزه به همراه دارد. شخص دچار صرفه های شدید می شود. در منزل و محل کار به هیچ عنوان از محلول ضد افونی وایتکس و آب استفاده نکنید. گاز موجود در وایتکس بسیار قوی و کشنده است. وایتکس مرگ خاموش می آورد. این موضوع را بسیار جدی بگیرید و به دیگران منتقل کنید. و همچنان وایتکس پوست دست را نیز می سوزاند ریه و ششها را در زمان بسیار کوتاه از بین می برد و شخص را به کام مرگ میکشاند. ضد عفونی کردن با وایتکس حتی به مقدار یک قطره در یک لیتر هاب استشمامش باعث مرگ زودرس می شود که امروز به نام مرگ کرونایی نسبت داده شده است این هشدار را جدی بگیرید و دیگران را هم از این آسیب نجات دهید وایتکس ها را از محیط زندگی دور کنید چرا که کرونا خود وایتکس است و همچنان سلام ارسال شده از طرف آقای دکتر تبا تبایی متخصص مغز و اصاب با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای شما و عزیزانتان لطفاً به این توصیه تا اطلاع سانوی بدقت عمل کنید ویروس کوید 19 به طور خفته و ضعیف به وجود اکثر ما وارد شده و چون خفیف هست به اطلاع هستیم و بظاهر سلامتیم اما استفاده از وایتکس و ملول های چون جوهر نمک که دارای گاز متساید شونده بسیار قوی و خطرناک هستند و با اولین تنفس جذب ریه می شوند بلا فاصله با ویروس کوید 19 ترکیب شده و ویروس جدید را به وجود می آورند که بسیار قوی تر و خطرناکتر با قابلیت نفوذ بالاتر هست. این ویروس ناشناخته جدید فرصت زنده بودن را تا 24 ساعت هم نمی دهد. و هیچ علامت بیرونی خاص مثل سرفه یا تنگی نفس ندارد و مرگ بی صدا به دنبال دارد لحاظا استفاده از هر گونه معلول شیمیایی با بوی تند نظیر وایتکس و جوهر نمک و همسال اینها بپریزید و از خانه و کاشانه دور کنید. ویروس کویت 19 در مقابل سی تو اچ 5 یعنی الکل ایتانول به شدت آسیب پذیر است پس برای زده افونی کردن دست و رویتان از آب و صابون برای زده افونی ستو از الکل ایتانول و آب و برای زده افونی کردن مواد غذایی از معلول نمک و سرکی رقیق شده استفاده کنید. سلامت و پیروز باشید. لطفا اطلاع رسانی کنید. دوستانی که با این خبر موافق نیستند می توانند در سایت های دیگر مثل گوگل این موضوع را به زبان های جداگانه جستجو کنند. با تشکر از شما مخاطبین عزیز که تا حال با ما بودید. با خوش خوشبوتیوی.